گزارش دوم امشب، اونایی که شماره روی خط رو گرفتن و با ما در ارتباط هستن حتما بمونن، ما باز هم سعی میکنیم بهشون بپردازیم و صدای اونها رو خط داشته باشیم. بپردازیم به گزارش دوم برنامه امشب. تو این گزارش نگاهی کردیم به این که چه اتفاقی در این 16 سال بعد از ممنوع شدن ماهواره افتاده. بعضی معتقدن ممنوعیت ماهواره نه تنها مثمر ثمر نبوده، بلکه خیلی‌ها رو به سمت استفاده از ماهواره کشونده. بعضی هم میگن احتمالاً به زودی این قانون تغییر میکنه و عوض میشه. بذارید این گزارش رو ببینیم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم. برخلاف اراده قانونگذاران ایرانی برای ایجاد محدودیت استفاده از ماهواره، در سالهای اخیر استفاده شهروندان از شبکه‌های ماهواره‌ای گسترش یافته است. دو ماه پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر اساس آن حداقل نیمی از مردم تهران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. البته علی دارابی، قائم مقام سازمان صدا و سیما، اعتقاد دارد که مردم دو برابر سال گذشته به ماهواره روی آوردند. مسئله گسترش استفاده از ماهواره موجب نگرانی مسئولان ایرانی شده است. به عنوان نمونه، عفت شریعتی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اردیبهشت ماه گذشته درباره جلسه غیرعلنی مجلس با فرمانده نیروی انتظامی گفت: احمدی مقدم در این جلسه از اینکه خانواده‌های مذهبی به ماهواره گرایش پیدا کردند ابراز نگرانی کرد. با اینکه شبکه‌های خبری ماهواره‌ای مورد توجه مردم است، اما مقام‌های صدا و سیما ترجیح می‌دهند در مواجهه با آمار مخاطبان ایرانی شبکه‌های ماهواره‌ای آنها را تنها بیننده سریال‌های خارجی بدانند. مقامات ایران در دو دهه گذشته دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای در قبال ماهواره داشتند. ابتدا آن را زمینه‌ساز تغییرات فرهنگی در جامعه ایران عنوان کردند و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی آن را ابزار تهاجم فرهنگی علیه ایران دانست. پس از واقعه 18 تیر ماه در سال 1378 و فضای پرالتهاب سالگرد این رویداد، به خصوص در سال 1382، مقامات امنیتی و اطلاعاتی بخشی از حضور معترضان را تحت تأثیر تلویزیون‌های سیاسی خارج از کشور عنوان کردند. در همین زمان بود که شورای عالی امنیت ملی در بخشنامه‌ای کلیه کارکنان دولت را از گفتگو با تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خارج از کشور منع کرد. در یک سال اخیر پس از اعتراضات به نتایج انتخابات، بار دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی مقامات ایران متهم شدند. از جمله محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج ایران، گفت 3000 شبکه ماهواره‌ای علیه ایران فعالیت دارند. البته گسترش استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای تنها موجب حساسیت مسئولان سیاسی و امنیتی نیست و در ماه‌های اخیر برخی تهیه‌کننده‌های سینما اعلام کردند که گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای باعث کاهش تماشاگران سینما شده است. با اینکه در ماه‌های اخیر مانورهایی برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره صورت گرفته است، اما مسئولان انتظامی اعلام کردند برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره وارد حریم خصوصی مردم نمی‌شوند. در ماه‌های اخیر تغییراتی جزئی در مواضع برخی چهره‌های مذهبی در قبال استفاده از ماهواره مطرح شده است. از جمله در فتوایی که از سوی آیت الله خامنه‌ای منتشر شده، وی استفاده ماهواره برای کسی که از خود اطمینان دارد که از آن استفاده حرام نمی‌کند را جایز شمرده و البته یادآوری کرده است اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات شود. غیر از رهبر ایران، آیت الله مکارم شیرازی هم بر استفاده فرهنگی از ماهواره تاکید کرده است. برخی از صاحب نظران ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به استفاده از ماهواره را مطرح کردند. از جمله حسن خجسته از اساتید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که سیاست نفی کامل ماهواره در دراز مدت پاسخگو نیست. برخی مسئولان بر ضرورت بازنگری قانون ماهواره تاکید دارند، اما محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات میگوید موضوع ماهواره در اختیار وزارت ارشاد نیست و مراجع خاصی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این مسئله را بررسی کنند.
برخی عاقبت ماهواره را مشابه آنچه برای استفاده از ویدیو رویداد متصور هستند. سه دهه پیش استفاده از ویدیو تخلف بود و جرائمی حتی تا شلاق برای آن در نظر گرفته می شد. با این حال از میانه دهه 70 استفاده از آن آزاد شد و دولت به مراکزی برای اجاره و پخش فیلم‌های ویدیویی مجوز داد. هنوز سیاست حکومت در قبال ماهواره تغییر خاصی نکرده، اما اسفند ماه گذشته عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد که گیرنده ماهواره ویژه صدا و سیما به زودی به بازار می‌آید که فقط اجازه دریافت برخی از شبکه‌های خاص را به دارندگان آن می‌دهد. خب از دو بیننده‌ای که روی خط بودن عذرخواهی می‌کنم. بیننده برنامه روی خط هستید، خیلی دیر، اما می‌خوایم با مهمان برنامه آقای دکتر نعمت احمدی حقوقدان از تهران بحث رو جمع‌بندی کنیم. آقای احمدی سلام بر شما. سلام بر شما و بینندگان. آقای احمدی دیر ارتباط ما برقرار شد، به همین دلیل اگه امکان داره خیلی مختصر و نکته اصلی موضوع رو فقط خدمتتون میخوام بپرسم. ببینید، فلسفه قانون اینه که به نوعی نذارن یه بزه اتفاق بیفته. آیا قانون ماهواره تونسته این فلسفه رو تامین کنه؟ قانون تصدیب شد و مدت‌ها الان از موعد قانونی اون گذشته، چون مهلتش 5 سال قانون منع دریافت بویره از ماهواره در ایران درست روزهای اول شیوه برخورد رو روشن کرد، اما یک وقتی رو الان ماهواره داره. در بسیاری از نقاط کشور ملت تصاویر رو از تلویزیون گرفت، مردم از دیش‌های ماهواره استفاده میکنن. خود تلویزیون ایران هم بسیاری از برنامه‌هاشو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میکنه، لذا یک تلفیقی در بین این دو به وجود اومده. یعنی احساس نیازی که خود دولت هم یه ندقل صدا و سیما هم میکنه که باید از تجهیزات ماهواره استفاده کنه و برنامه‌هاشو پخش کنه، لذا اون سختی و اون تشدیدی که در آغاز بود ولی هر از گاهی به وسیله نیروی انتظامی یک برخوردی میشه، اما شیوه رو اگر نگاه کنیم، چون تجهیزاتی که ماهواره و نصف ماهواره لازمه عمدتاً وارداتیه، غیر از بیشون و وسایلی نیست که یه فرد به همین راحتی بتونه اونا رو قاچاق کنه و به صورت قاچاقی وارد کنه. من باور دارم که یک شیوهی در نحوه وارداتون یا حداقل نمیتونم بگم حمایت، اما چشم پوشی و اغماضی هم هست که وسایل ماهواره ها وارد کشور میشه و گسترشی هم همینطوری که آماری که شما دیدید زیاده و عملا یک وسیله در داخل کشور تبدیل شده، حداقل در شهرهای بزرگ. آقای دکتر احمدی یه بحثی هست، حالا آمارهای رسمی میگه حدود 50% مردم از ماهواره استفاده میکنن، آیا این ضرورت رو ایجاد نمیکنه که بازنگری بشه در مورد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره؟ من باور دارم با توجه به گستردگی ماهواره، این که همینطور که مثلا آقای نقدی گفته مثلا 3000 شبکه داره در ایران برنامه پخش میکنه، اگر در داخل کشور بخوان قانون راجع به این موضوع تصویب کنن، به یقین هم شورای نگهبان باش مخالفت میکنه و هم صدای اعتراض خیلی ها رو در خواهد آورد. همین شیوه فعلیه، یعنی اینکه ما هم قانون داشته باشیم هم نداشته باشیم، هم وسیله برخورد رو در اختیار داشته باشیم اما برخورد نکنیم. این یکی از بهترین راه‌هایی است که در واقع هم صدا و سیما هم دولت و هم استفاده کنندگان رو داره راضی نگه می‌داره. صدا و سیما و دولت اصولا میگن ما قانون من رو داریم،
بله. اگر شبکه‌های خاصی در اینجا برنامه پخش میکنن، خب کیفیت که دارن مردم میبینن. از طرفی به مردم هم میشه گفتش که ما میتونیم با شما برخورد کنیم و مهمتر از همه میبینیم که برخورد این کیفیتی که باید باشد، یعنی من قانونی نداره، چون آنقدر گسترش پیدا کرده با قانون، من دیگه باور دارم دولت نمیخواد جلوی ماهواره رو بگیره، فقط میخواد همین وضع رو داشته باشه. ممنونم آقای دکتر نعمت احمدی، حقوقدان از تهران.